همونطور که میدونید سریال یوسف پیامبر بهترین رتبه فیلم در تاریخ ایران و جهان رو داره، اما بعضی چیزها رو تو فیلم نگفتن. امروز میخوام نگفته های این سریال رو بگم. اگر از این سریال خوشتون میاد ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. حضرت یوسف که تجلی زیبایی خالق هستی بود، همیشه برای مرتب کردن وضع خود به آینه نگاه میکرد. یه بار به زیبایی خدادادش مغرور میشه و به خودش میگه من اگه غلامی بودم به چه قیمتی فروخته میشدم؟ غلامی به این زیبایی اصلا وجود نداره، اگر هم باشه ارزشش خیلی زیاده. خدا همیشه خطاهای انسان را با عمل به او میفهمونه. ماجرایی درست کرد که جریان حسادت برادران و انداختنش به چاه و بیرون آوردن از چاه توسط کاروان و فروخته شدن یوسف به قیمت خیلی کم به برده فروش کاروان توسط برادرش را در پی داشت. بعد فروخته شدن حضرت یوسف، برادرش برای اینکه سمتشان مخفی بمونه گفتند که یوسف را گرگ خورده. حضرت یعقوب بعد شنیدن این داستان دروغی از برادرش خواست که نشانه‌ای براش بیارن. اونا هم پیراهن یوسف را با خون گوسفند ذبح شده خون‌آلود کردند و برای نشانه پیش یعقوب نبی بردند. حضرت یعقوب بعد کمی فکر به اونا گفت اگه این پیراهن یوسف و گرد دریده چرا کوچکترین آسیبی بهش نرسیده؟ اگه تنشم نبوده پچه را خونیه. برادران گفتند که ما با چشم خودمون دیدیم که گرد پاره کرده، اما هرچی گفتن نتونستند حضرت یعقوب را قانع کنند. تا اینکه حضرت یعقوب گفت برید گرگی که یوسف هم کشته رو بیارید. اونا رفتن سریع یه گرگی رو گرفتن و دهنش رو خونی کردن و پیشش آوردن و گفتن این همون گرگی که یوسف را خورده، از دهن خونش معلومه. یعقوب به گرگ نگاه کرد و بهش گفت بزن خدا سخن بگو که آیا تو یوسف مرا خورده ای؟ گرگ به قدرت خدا جواب داد که قسم میخورم که من این کار را نکردم. ای پیامبر، هر کی ندونه تو باید بدونی که گوشت پیامبر برای تمام حیوانات حرومه و هیچ حیوانی نمیخوره. و اما بعد اینکه یوسف بعد سالها برادرش رو در مصر دید، ازشون خواست پدرشون رو بیاره پیشش. بعد اینکه یوسف پدرش رو دید، با اینکه عشق زیادی به پدرش داشت، اما در جلوی پای او از اسبش پیاده نشد. به همین خاطر خدا نسل یوسف را از پیامبری محروم کرد.